یکی از دوستان مکتوبی چیزی رو نوشته بودن که من قول دادم فراموش نکنم، که گفتن که گفته بودن که آیا عددسازی همیشه منفی است؟ بعضن آیا بعضن لازم نیستش که مثلا وقتی فاجعه‌ای رخ داده این کار انجام بشه، اگر که درست یادم مونده باشه. اگر درست متوجه شده باشم، انگار منظور دوستمون اینه که بعضی وقتا ممکنه یک فاجعه در واقع آسیب رساننده باشه به افکار عمومی یا مخاطبان. آیا در یه همچین مواقعی این که ما عددسازی بکنیم برای اینکه از گسترش نگرانی جلوگیری بکنیم یا اینکه از گسترش حس فاجعه جلوگیری بکنیم، اگه درست فهمیده باشم، اگه اشتباه دارم میکنم لطفاً مکتوب منو تصحیح کنید، آیا در این شرایط ممکن نیست جا داشته باشه که ما یک مقدار قضیه رو، حجم فاجعه رو پایین بیاریم برای اینکه آرامش ایجاد بکنیم؟ ببینید، در جلسات قبلی هم فکر میکنم سه بار در مناسبت‌های مختلف این بحث مطرح شده. این دام خطرناکیه برای یک روزنامه‌نگار دیگه که خودش رو در مقامی بدونه که نشسته و تشخیص میده که مخاطب چی رو صلاح بدونه، چی رو صلاح نیست بدونه. اگر باب اینجور تشخیص باز شه، به جاهایی می انجامه که نهایتاً در کشورهایی که به لحاظ اطلاع رسانی بسته هستن ما شاهدش هستیم. در اونجا هم فضا جزئی نیست که یک کسایی احساس میکنن که نوعی از اطلاعات باعث تشویش از حال عمومی میشه، پس بهتر افکار عمومی اینها را ندونن. خب این کارها ممکنه که در زمانهای ما خیال کنیم با انگیزه های خیرخواهانه انجام میشه، ولی به اصطلاح موضوع باز شدن باب یک عمل غیر قابل دفاع به لحاظ حرفه‌ای و غلط هست و خلاف پرنسیپ ها هستش، که اگر بابش باز بشه دیگه به اینجا می انجامه که ممکنه یک روزی من تشخیص بدم که این مصلحت سیاسیه، به لحاظ سیاسی مصلحت نیست، به لحاظ امنیتی مصلحت نیست، و تاش به جایی برسیم که اصولا یک سری روزنامه‌نگار هستیم که تبدیل شدیم به سیاستمداران کارکشته که مصلحت مردم رو تشخیص میدن و کار به اینجایی برسه که مثالی که من در چند جلسه پیش زدم، مثالی که از دوستان مصری خودم زدم که همشون خیال میکنن جنگ چهارم عرب اسرائیل یعنی جنگ 1973 بردن، در حالی که خب همه میدونن که اون جنگو مصر نبرده و باخته، ولی کسانی مصلحت دونستن مصری‌ها بده فکر کنن که بردن و حداقل بخششون به نظر میاد که فکر میکنن بردن. مشاهده خودمو تعمیم نمیدم، ولی در همون حدی که مشاهده کردم برام شگفت انگیز بوده که چطور میشه یک همچین واقعیت بزرگی رو از یک ملتی پنهان نگه داشت. دوستمون اشاره میکنن که با توجه به نکته‌ای که یکی از حاضران توی جلسه مطرح کرده بودن که چرا میزان توجه به مثلا واقعی مثل پاریس با مثلا کشتارهای بوکو حرام یکی نیست، اشاره دارن میکنن که به هر حال ماهیتش هم ممکنه بی تاثیر نباشه. یعنی این که 11 نفر کشته بشن در حمله مثلا اسلامگرایان افراطی به دفتر یک نشریه، ممکنه که با کشتارهای کور مثلا یک گروه تروریستی در مثلا کشوری مثل نیجریه که مرتب هم تکرار میشه فرق داشته باشه. من موافقم که حتما همینطوره، یعنی حتما همینطوره که این قضیه بی تأثیر نیست. یعنی کشته شدن روزنامه‌نگار، این که جوامع اروپایی با مسئله مهاجرت به شدت درگیرن، این که مسئله این که مهاجرت ممنوع بشود یا ممنوع که نمیتواند بشود، محدودتر بشود یا نشود، از بحث‌های اصلی انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی و شهرداری‌ها در کشورهای غربی، اینکه بحث اسلام رادیکال بحثیه که به شدت در سطح امنیتی تو کشورهای غربی مطرحه، اینا همه مهمه. اینکه روزنامه‌نگار کشته شده، اینا همه مهمه. ولی با وجود همه اینا، من باز به شما اطمینان میدم اگر 11 نفر روزنامه‌نگار نیجریه‌ای کشته شده بودن توسط اسلامگرایان اون کشور، بازم این اندازه پوشش پیدا نمی‌کرد. ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم، این واقعیت تلخ رو نمیشه انکار کرد. ولی باز من یادآوری میکنم که قطعا با وجود اینکه اون چیزایی که شما میگید بسیار مهمه و حتما موثره، ولی بخشی از ماجرا کماکان به تفاوت اینه که خبری در جای اتفاق بیفته که تراکمی از صدها رسانه بزرگ وجود داره و
جایی که اساسا شما یکی از رسانه‌هاش اسم نمیتونید ببرید و اونا محتاجن که شما برید یه خبری ازشون بدید یا ندید، و اگر ندید انگار که اون خبر بین المللی دیگه نمیشه. و جایی که در واقع یک مورد وقتی رخ میده 11 نفر کشته میشه، میگن بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ فرانسه از کی تا حالا، تا جایی که مثلا این رقم باید بشه مثلا 2000 تا بشه بزرگترین از کی تا حالا. طبیعتا اینها تفاوتایی هستش که متاسفانه وجود داره و من انتقاد دوستمون رو هم کاملا میپذیرم که این فضا عادلانه نیست. نهایتا من و شما روزنامه‌نگار کاری که میتونیم بکنیم اینه که ذره ای بلکه شاید بتونیم در عادلانه تر کردن فضا مؤثر باشیم. شاید من و شما بتونیم در این حد مؤثر باشیم، ولی به هر حال این واقعیت‌های نامطلوب قطعا وجود دارن. اجازه بدید من ادامه بدم بحث رو با یک مثال دیگه که اونم به لحاظ آماری جالبه. در جلسه قبل اشاره‌ای بهش شد و فکر می‌کنم که در این جلسه اگر ما بازترش بکنیم بحث آماری ملموسیه. ببینید خیلی وقتا این عددسازی‌هایی که صورت می‌گیره، شاید لزوماً هم اینجا اسمش رو عددسازی نشه گذاشت، عددهایی که بیان میشن و بر مبنای تعاریف غیر شفاف هستن، به نتایج خیلی برجسته و عجیب و غریبی منجر میشن که ممکنه در دنیا هم خیلی ها فریب این نحوه بیان اعداد رو بخورن. مثلا در این موردی که من الان عرض خواهم کرد، قطعا خیلی ها در کشور خودمون برداشت غلطی نسبت به این مفهوم عددی که عرض میکنم دارن. برداشت خود من که فکت خاصی هم واسش ندارم، حدس خود من اینه که احتمالاً کسانی که یک همچین اعدادی رو که اعدادی هستن که گمراه کننده هستن جدی میگیرن، تعدادشون بیشتر از کسایی هستش که این اعداد رو جدی نمیگیرن. ببینید نرخ تجاوز، ببخشید که من کلمه نرخ رو به کار میبرم، میدونم که خیلی از کسانی که به درستی بر روی به هر حال زبان پاکیزه فارسی حساسیت دارن، شاید در این موارد کلمه نرخ رو جایز ندونن، ولی به ذهن متبادر نمیشه اون چیزی که میخوام بگم. نرخ تجاوز که عبارت است از حالا میزان وقوع تجاوز جنسی در هر 100,000 نفر جمعیت یک کشور، این در کشورهای مختلف اگر که نگاه بکنیم این میزان رو، این عدد رو، عجیب و غریبه. یعنی مثلا چند تا کشور رو من به عنوان نمونه اگه بخوام برای شما بخونم، نرخ تجاوز یعنی میزان وقوع تجاوز های، یعنی میزان ثبت تجاوز در کشورهای مختلف، این در سوئد، من دارم سال 2009 میگم. حالا چرا سال 2009 میگم؟ به این خاطر که در بعضی از کشورها این عدد در یه تعدادی از سالها وجود نداره یا ثبت نشده، یا اینکه ارقام قابل اعتمادی وجود نداره. حداقل اون چند تا کشوری که من فکر میکردم شاید جالب باشه واسه مخاطبان، اینا در 2009 همشون رو دیدم که عدد ثبت شدهش وجود داره، در نتیجه اون سال به عنوان نمونه انتخاب کردم. نرخ تجاوز یعنی میزان وقوع در هر 100,000 تا جمعیت کشور در سال 2009 در سوئد 63.8 بوده، یعنی 63.8 به ازای هر 100,000 سوئدی. در آمریکا 29 بوده، در انگلستان و ولز 27.5 بوده، در مراکش 4.8 بوده، در هند 1.8 بوده، در مصر 0.1% بوده. آیا این ارقام با عقل شما جور در میاد یا نمیاد؟ یعنی آیا با عقل شما جور در میاد که مصر، مصری ها مردمان بسیار قابل احترامی هستند، ولی در زمان اصطلاحاً بهار عربی میزان تجاوز به زنها و بعضاً تجاوز واقعاً و نه فقط بی‌حرمتی در میدان تحریر، یعنی اومدن در یک میدانی جمع شدن انقلاب کنن، رژیم رو عوض کنن، در اونجا میزان تعرض‌هایی که رخ داد آمارش وحشتناک بود. مواردی حتی جلوی دوربین تقریبا ثبت شد. من نمیدونم حالا یوتیوب اینا رو نگه داشته نداشته، حتی خبرنگار خارجی اومده اونجا جلوی دوربین داره ضبط زنده میکنه و اتفاقاتی براش افتاده. و خب بعضن آمار، البته این آمارها رو من نمیتونم به عنوان آمار قطعی الان میگم این عدد بود، چون انقدر این آمار متفاوته که باور نکردنیه، ولی ما داریم صحبت از عدده سه رقمی میکنیم. سه رقمی منظور با 3-0 نیستا، منظور سه رقمیه. چطور ممکنه که میزان وقوع تجاوز جنسی در مصر
یه چیزی حدود 1/640 سوئد باشه. چطور ممکنه در هند به هر حال دیگه این مواردی که دنیا ازش خبردار شده و همین در سالهای اخیر هم مخصوصا خیلی زیر ضربین قرار گرفتن، لابد چنین دیگه با چه حد از بیرحمی و خشونتی اتفاقایی هر از گاه میفته و خبرساز میشه. چطور ممکنه که مثلا تو هند 1.8 باشه، تو سوئد 63.8 باشه؟ اصولا کی گفته سوئدیا این همه ملت متجاوز خشنی هستن در این زمینه خاص؟ خب نکته جالب اینه که در خیلی از کشورها این نوع آمار به طور گسترده مورد استفاده تبلیغاتی قرار میگیرن. من شخصا خودم به کرات دیدم و در سالهای متمادی این رو به کرات دیدم و شما هم قطعا با یه سرچ ساده در گوگل فارسی موارد بیشماری از اون رو میبینید که مسئولان محافظه‌کار، مقام‌های محافظه‌کار در کشور خودمون واسه اینکه بگن چقدر وضع خوبه هی دارن ریفرنس میدن، حالا یا برای اینکه بگن چقدر وضع خوبه و یا برای اینکه بگن که به هر حال چقدر غرب بده. حالا شما میتونید با غرب موافق باشید و مخالف باشید، اون بحث نیست، ولی بالاخره ریفرنس های عددی هم میذاره باید دقت داشته باشن، بالاخره عدد هم میذاره احترام داره. یا چقدر از اون زاویه دوم اشاره میکنن به این عددها که بگن ببینید چه غرب در غرب چه توخوشی است و وقتی که میگن حقوق زنها در اونجا وجود نداره در مقایسه با کشورهای مثل ایران، چون آمار تجاوز ما اینه، آمار تجاوز اونها اونه. در مورد ایران البته این نرخ رو واقعا راحت نمیشه به دست آورد، یعنی به هر حال حداقل در منابع رسمی چیزایی همینجوری رو هوا البته گفته میشه، ولی در منابع رسمی به زحمت میشه چیز رو پیدا کرد. ولی مثلا من در مهر 1393 یعنی هم مهر گذشته یه اظهار نظری دیدم از معاون پلیس آگاهی کشور که گفته نرخ تجاوز ایران 1.7، یعنی همون نرخی که توی هند 1.8، تو سوئد 63.8، یعنی ما هم وضعیتمون مثل همون کشوری که خوبه اوزش از نظر مسئولان همون کشور. اما واقعا چی باعث همچین تفاوتی میشه؟ آیا میزان وقوع جرایم جنسی در مثلا کشوری مثل سوئد خیلی بالاتر از کشورهایی مثل ما یا مثلا مصر یا مثلا هند؟ واقعیت تعریف تجاوزه در سوئد و تعریفشو در هند، تعریفشو در مصر، تعریفشو در ایران. اولا به هر حال توی کشوری مثلا مصر اگر که تعرضی، تجاوزی، بی احترامی رخ بده امکان این که فرد شکایت بکنه به مراتب پایین تره. یعنی شما دارید از کشوری صحبت میکنید که خیلی از موارد بی احترامی های جنسی مثلا مصر توسط پلیسش صورت گرفته، افراد رو مثلا دستگیر میکنن و بعد اتفاقاتی میفته. حالا من نمیخوام لزوماً وضعیت مصر رو مثلا با هر کشوری دیگری مقایسه کنم، ولی این مورد خاص رو حداقل میدونید که خیلی خبرساز شد دیگه در اون زمان. یا اینکه به هر حال خیلی وقتا در همین کشورهایی اگر چیزهای گزارش داده بشن تازه اول دردسر شکایت کننده است. شکایت کننده باید اثبات کنه که خودش منجر به اون واقعه نشده. اثبات کننده در مقابل پروسه خیلی پیچیده‌ای قرار میگیره که اثبات کنه که به اندازه کافی نجیب بوده، درست لباس پوشیده به اصطلاح، کار تحریک کننده انجام نداده و اینها میتونه زندگی یک شکایت کننده رو به هم بزنه، مخصوصا اگر که دانسته بشه در سطح محله، خانواده، اجتماع به طور جدی میتونه به زندگی اون لطمه بزنه و خیلی وقتها حتی خانواده قربانی اولین ترجیحشون اینه که اساسا شکایتی صورت نگیره برای اینکه آبروی خانواده حفظ بشه. شما این وضعیت رو که طبیعتا نمیتونید با وضعیت مثلا سوئد مقایسه بکنید که در یک همچین مواردی به راحتی شکایت صورت میگیره، اگرچه در اونجا هم قطعا هنوز وضعیت مطلوب و وضعیت برابری کامل اینا ایجاد نشده، ولی به هر حال به میزان بسیار بیشتری این کار به راحتی صورت میگیره و قانون هم به شدت برخورد میکنه و به شدت پیگیری میکنه و قوانینشون به شدت سخته. خیلی از چیزهایی که در کشورهای دیگه، حالا من مثال سوئد رو میزنم به این خاطر که عددش رو ذکر کردیم و یعنی حالا اصرار خاصی رو سوئد نیست، خیلی از چیزهایی که در اون کشور تجاوز محسوب میشه در کشورهای دیگه باور نکردنیه، یعنی در قوانین کشورهای دیگه اصلا غیر قابل فهمه.
از این زمینه اگه بخواید حساب کنید، هر دو بین سوئد و بریتانیا فرق وجود داره. یعنی خیلی از چیزهایی که در کشورهای دیگه مسائل عادی ممکنه محسوب بشه، یا اینکه حالا مسائل خشنی محسوب بشه که ولی لزوما اسمش رو تجاوز نمیذاره، اینها در اون کشور پیگیری قضایی داره. و شاید مثلا یه نمونه ایش که تو ذهن افراد جالب باشه ماجرای همون جولیان آسانج باشه که به هر حال طبق قوانین سوئد این تجاوز مرتکب شده، حالا با جزئیاتی که حالا لابد تو اخبار خوندید. ولی تو خیلی از کشورهای اروپایی هم ممکنه که به سادگی نشه این قضیه رو در اون حد پیگیری قضایی واسش انجام داد، ولی تعریف جوریه که اونجا صورت میگیره. آیا وقتی آمار در کشور سوئد بالاتره یعنی اینکه اونجا زنها امنیت کمتری دارن نسبت به مصر، نسبت به هند؟ قطعا اینطور نیست. این عدد آماره. موارد ثبت شده در هند اینه، موارد ثبت شده در مصر اینه، در مراکش اینه، در انگلیس اینه، در آمریکا اینه، در سوئد اونه. ولی خب ثبت شده طبق قواعد خود اونها، طبق تعریف خود اونها، و این تعریف انقدر متفاوته که کلن جدول جهانی که در اونها کشورها رده بندی شده باشن بر مبنای میزان وقوع تجاوز، من با تمام احتیاط فکتوالی که دوست دارم به خرج بدم، ولی از شما اجازه میخوام که این حکمو بدم، اون جدول کلن در رده بندی وضعیت کشورها هیچ فایده ای نداره. در حدی در خصوص کشورهایی با وضعیت مشابه البته چرا، ولی در مورد مقایسه کشورهای مختلف در مناطق مختلف دنیا تقریبا اون جدول هیچ فایده ای نداره. و ارقام یک همچین جدولی به کرات مثلا در کشور خود ما برای اینکه گفته بشه زمین تا آسمون وضعیت نسبت به مثلا کشورهای اروپای شمالی بهتره یا اروپای غربی بهتره مورد استناد قرار میگیره. و تصور من اینه که بخش مهمی از جمعیت هم احتمالا این حرفا رو جدی میگیرن. همه سالهای گذشته گزارش‌های فراوانی از آزار جنسی زنان و دختران در خیابان‌های خاورمیانه منتشر شده است. پیش از هرسمپ، اما کمتر کسی تصوری از ابعاد غیرقابل باور این پدیده در مصر داشت. در هرسمپ، زنان توانستند موارد آزار جنسی خود در خیابان‌های شهرهای مختلف مصر را با ارسال اس‌ام‌اس و به طور آنلاین گزارش کنند. با آغاز ارسال گزارش‌ها، حباب قرمز رنگ نشان دهنده موارد تجاوز بزرگ و بزرگتر شد. صدها گزارشی که هر یک روایتی دردناک از تجربه خشونت جنسی توسط زنان مصری است. اینترنت اینجا صدای کسانی شد که پیش از این نمی‌توانستند صدا و داستان‌های دردهای روزمره‌شان را از رسانه‌های بزرگ و محافظه‌کار به گوش دیگران برسانند. بر اساس اعلام منابع رسمی ایران، سالانه تا 500,000 زن و دختر ایرانی در خیابان به دلیل عدم رعایت موازین مورد نظر حکومت در لباس پوشیدن بازداشت می شود. در شایعه اخباری مانند بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، آزار و اذیت خیابانی میلیون ها زن و دختر ایرانی توسط پلیس بازتاب کمتری پیدا می کند. روزی رو در نظر بیاورید که زنان و دختران ایرانی گفتگوهای پنهان و بی‌نشان خود را روی نقشه شهرها بیاورند. من ژاله، 23 ساله، روز 23 خرداد در میدان ونک بازداشت شدم. من فاطمه. سوال آخر این است که این 500,000 بازداشت به سلامت روحی و جسمی چند نفر لطمه زده؟ چند نفر خودکشی کردند و چند نفر ایران را ترک کردند؟